توافقنامه چهار جانبه صادرات غلات اوکراین امضا شد. توافقنامه چهار جانبه صادرات غلات اوکراین با مشارکت نمایندگی از روسیه، ترکیه، سازمان ملل و اوکراین در استانبول به امضا رسید. به گزارش شبکه تلویزیونی راشا تودی، در این مراسم ابتدا روسیه قرارداد صادرات غلات با ترکیه و سازمان ملل را امضا کرد. صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه از بنادر اودسا، چرنومورسک و یوژنی تضمین شده است. راشا تودی در این خصوص اضافه کرد توافقنامه امروز به مدت 120 روز معتبر بوده و امکان تمدید برای مدت زمان بیشتری را هم دارد. در این گزارش آمده است بنادر مینزدایی نمی شود، اما کریدورهای امنی برای انتقال غلات در نظر گرفته می شود. توافق به معنای اسکورت نظامی کشتی ها نیست. یک مرکز هماهنگی برای رفع هر گونه حادثه در صورت وقوع ایجاد می شود. همچنین کشتی‌های عازم اوکراین از نظر تسلیحات بازرسی خواهند شد. نمایندگان روسیه نیز دسترسی کاملی به موضوعات خواهند داشت. خبرگزاری تاس هم در این باره اعلام کرد طرف‌های روسیه و اوکراین متعهد شدند که به بنادر مشخص شده در توافق، یعنی اودسا، چرنومورسک و یوژنی، حمله نکنند. خبرگزاری اسپوتنیک درباره جزئیات این توافق نوشت برخی مفاد این توافقنامه به شرح زیر هستند. این قرارداد شامل صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه از سه بندر اودسا، چرنومورسک، یوژنیس. قرارداد صادراتی به مدت 120 روز با امکان تمدید معتبر است. احدی بنادر را مینگذاری نمی کند. راه‌های دریایی امنی وجود دارد که کشتی‌ها در امتداد آنها خواهند رفت. این توافقنامه اسکورت نظامی کشتی‌ها را پیش‌بینی نمی کند. یک مرکز هماهنگ کننده در استانبول برای نظارت بر این روند ایجاد خواهد شد. این مرکز باید در صورت وقوع هر گونه حادثه را حل و فصل کند. کشتی هایی که با اوکراین می روند از نظر وجود سلاح مورد بازرسی قرار می گیرند. حرکت تمام عیار کشتی ها از بنادر اوکراین برای صادرات مواد غذایی ممکن است تا چند هفته دیگر آغاز شود. ارتش اوکراین اطمینان دارد که مسیرهای توافق شده در توافق امن هستند. این در حالی است که وزارت دفاع روسیه ساعتی پیش در بیانیه‌ای از سفر سرگئی شویگو، وزیر دفاع این کشور، به استانبول خبر داد. سرگئی شویگو ابتدا به همراه خلوصیاکار، وزیر دفاع ترکیه، این توافقنامه را در حضور آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امضا کردند. سپس الکساندر کوباکوف، وزیر امور زیرساختی اوکراین، و خلوصیاکار، وزیر دفاع ترکیه، به امضای آن مبادرت ورزیدند. روسیه 5 کشور دیگر را به فهرست کشورهای غیر دوست اضافه کرد. اسپوتنیک نوشت کابینه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد دولت فهرست کشورهای خارجی را که اقدامات غیر دوستانه علیه هیئت‌های دیپلماتیک و کنسولی روس در خارج از کشور انجام می‌دهند را به روز رسانی کرده است. از این رو کشورهای یونان، دانمارک، اسلوونی، کرواسی و اسلوواکی به این فهرست اضافه شدند. در ادامه این بیانیه آمده است این فهرست نهایی نیست و ممکن است باز هم گسترش یابد. انفجارهای شدید در شهر میکولایف و خارکیف اوکراین. منابع خبری صبح امروز شنبه از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در دو شهر میکولایف و خارکیف اوکراین خبر دادند. شهردار میکولایف با اشاره به حملات جدید علیه این شهر اعلام کرد که چندین انفجار شدید در عمق میکولایف رخ داده است. وی البته اشاره‌ای به تلفات ناشی از این انفجارها نکرده و توضیحات بیشتری ارائه نداده است. از سوی دیگر منابع خبری از 3 انفجار شدید در شهر خارکیف در شمال شرقی اوکراین خبر دادند. بنابر این گزارش، در پی این انفجارها آژیرهای خطر در این شهر به صدا درآمده است. هنوز از تلفات احتمالی این انفجار خبری منتشر نشده. از سوی دیگر ارتش اوکراین با صدور بیانیه‌ای مدعی شد در بمباران منطقه خرسون در جنوب اوکراین 93 نظامی روس کشته شدند.